نامزدان معترض با دهان دوخته چی میخواهند؟ لطفا تا پایین ویدیو با ما باشید و چنل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید. با گزارش خبرگزاری 8 صبح، با تازگی شماری از نامزدان انتخابات پارلمانی سال گذشته دهانشان را به رسم اعتراض دوختند. اعتراض این نامزدان به دنبال اعلام نتایج انتخاباتی پارلمانی آغاز شد و برای مدت 3 ماه ادامه یافته است. نامزدان ناراض از نتایج انتخابات پارلمانی که همهشان زنان هستند، بیشتر از 90 روز می شود که در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری و قصر سپیدار خیمه تحسن برپا کردند و خواهان ایجاد محکمه اختصاصی برای رسیدگی به خواستها و اعتراضهایشان در پایبند به نتایج انتخاباتی پارلمانی هستند. این نامزدان معترض که شمارشان به 14 تن می رسد، از 11 حوزه انتخاباتی به شمول حوزه کوچی ها هستند. آنها خیمه های اعتراضیشان را با شعار یگانه خواست ما ایجاد محکمه اختصاصی است تا زمانی که حکومت به خواست های برحق ما پاسخ ندهند از اعتصاب قضایی دست نمی کشیم. از این میان 4 نامزد معترض روز سه‌شنبه 11 سرطان در اعتراض به آنچه به توجهی حکومت نسبت به خواستهایشان خوانده می شود دهان خود را دوخته و به این ترتیب به اعتراضشان شکل تازه بخشیدند. این نامزدان اکنون به دهان دوخته بر رسیدگی به خواستهایشان اصرار می ورزند. نجیبه فائز نامزد معترض از ولایت هلمند در صحبت با روزنامه 8 صبح گفت که بیش از 3 ماه است که برای دادخواهی و تحقق و عدالت خیمه های اعتراضی را در اطراف ارگ برپا کردند، اما حکومت تا اکنون به خواست های ما پاسخ مثبت نداده است. خانم فائز دولت را به بی‌پروایی متهم کرد و گفت که 4 تن از نامزدان معترض به نشانه اعتراض نسبت به عدم رسیدگی به خواست هایشان بامداد روز شنبه دهانشان را دوختند. او به حکومت هشدار داد در صورتی که به خواستهای آنان رسیدگی و پاسخ داده نشود اعتراضشان را ادامه خواهند داد. افزون بر این، خانم فائز دولت را به فریبکاری و دروغگویی متهم کرد. او گفت با وجودی که 20 روز قبل حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور برای شکستن اعتصاب قضایی با آنها وعده ایجاد کمیته اختصاصی و فراهم کردن زمینه ملاقات با رئیس جمهور را داده بود، اما تا اکنون هیچ یک از این وعده ها عملی نشده است. خانم هلمندی افزود وعده هایی که به ما داد دروغ و برای فریب مان بود. این وعده ها فقط به خاطر برچیدن خیمه های اعتراضی مان بوده است. از سوی هم این نامزد معترض شماری از افراد در داخل ارگ را متهم کرد که مانع دیدار آنان با رئیس جمهور می شوند. او با وجودی که از کسی یا کسان نام نبرد، اما گفت شماری از حلقات در اطراف رئیس جمهور مشکلات ما را وارونه جلو می دهند و برای جمهور می گویند که ما ناکام هستیم و در صدد امتیاز خواهی هستیم. در حالی که ما امتیاز نمی خواهیم، ما رای داریم و برنده هستیم. نفیسه سیلی وردک نامزد معترض از ولایت میدان وردک نیست دولت را به فریبکاری متهم کرد. خانم وردک گفت با وجود که آقای محب وعده سپرده بود که با مشکلات آنان رسیدگی و زمینه یک نشست را با رئیس جمهور فراهم میکند، اما تا اکنون این وعده ها عملی نشده است. او افزود که وعده های حکومت یک فریب بود تا از ادامه اعتراضات جلوگیری کند. او هشدار داد در صورتی که به خواستهایشان پاسخ داده نشود به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد. ایجاد محکمه اختصاصی از صلاحیت های حکومت نیست. در همین حال ارگ ریاست جمهوری در واکنش به خواستهای این نامزدان میگوید که ایجاد محکمه اختصاصی از صلاحیت های حکومت نیست. عارف سمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز چهارشنبه 12 سرطان در صحبت با روزنامه 8 صبح گفت که مسائل مطرح شده از سوی این نامزدان از لحاظ قانونی از صلاحیت های حکومت نیست. او گفت وقتی کمیسیون مستقل انتخابات نتیجه نهایی خود را اعلام می کند، حکومت برعکس نتیجه کمیسیون نمی تواند یک نفر کامیاب را از کرسی پارلمان برطرف کند و کسی دیگر که اعتراض می کند را به کرسی پارلمان بنشاند. از سوی هم آقای سمیم وعده هایی را که از سوی آقای محب به این نامزدان داده شده بود رد کرد
او گفت که آقای محب هیچگاهی وعده‌های فراقانونی برای نامزدان معترض نداده است. اما معاون سخنگوی ریاست جمهوری افزود که حکومت اعتراضات آنان را میشنود و به خواست‌هایی که در صلاحیت‌های حکومت باشد رسیدگی می‌کند. گفتنی است که چند پیش حمدالله محب مشاور امنیت ملی و خان ولی خان بشرمل معاون تخنیکی اداره امور ریاست جمهوری از نامزدان معترض خواسته بودند که به اعتصاب قضاییشان خاتمه دهند. به گفته نامزدان معترض، آقای محب وعده داده بود که حکومت برای رسیدگی به مشکلات آنان یک کمیته اختصاصی را ایجاد می کند. همچنان زمینه ملاقات با رئیس جمهور غنی را نیز فراهم می کند تا آنان به طور مستقیم مشکلاتشان را با رئیس جمهور غنی در میان بگذارند. با گفته نامزدان معترض، اکنون که نزدیک به یک ماه از زمان این دیدار و وعده ها گذشته است، هیچ کمیته اختصاصی ایجاد نشده است و همچنان آنان نتوانستند رئیس جمهور را از نزدیک ملاقات کنند. نامزدان معترض به فیصله ها و تصمیم های کمیسیون های انتخاباتی اعتراض دارند و از همین رو خواهان ایجاد محکمه اختصاصی برای بررسی آرایشان هستند. بر اساس آنچه این نامزدان مطرح میکنند، کمیسیون های انتخاباتی با دستبرد در آرای آنها حق تلفی کرده است. با این حال سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید که آنان فیصله خیش را بر اساس اسناد و شواهد صادر کردند. محمد قاسم الیاسی منشی و سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی در صحبت با روزنامه 8 صبح گفت که فیصله آنان قطعی و برگشت ناپذیر است. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات نیز گفت که آنان بر اساس فیصله نهایی کمیسیون شکایت انتخاباتی نتیجه نهایی را اعلام کردند. آقای ابراهیمی تاکید کرد که کمیسیون مستقل انتخابات تنها فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی را تطبیق کرده و کدام دخالت در بررسی آرا نداشته است. انتخابات پارلمانی در 32 ولایت در 28 و 29 میزان سال گذشته برگزار شد. این انتخابات با چالش‌های فنی و مدیریتی زیادی همراه بود و به گفته لوی سرانوالی پرونده قطوری از اتهامات فساد و تقلب را با خود حمل می‌کند. انتخاباتی که اعلام نتایج آن حدود 7 ماه زمان گرفت و انتقادات و نارضایتی را در سطوح مختلف و در میان مردم برانگیخت. حتی رئیس جمهور غنی بعد درازا کشیده شدن اعلام نتایج انتخابات پارلمانی را یک فاجعه خواند. از جانب دیگر پس از تعدیل قانون انتخابات، همه مدیران انتخابات پارلمانی با اتهام جرایم انتخاباتی از کار سبکدوش شده و بر اساس حکم به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. دوستان عزیز، بسیار سپاس از توجهتان. لطفاً برای ویدیوهای بیشتر چنل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید. همچنان ما منتظر کامنت های سالم شما هستیم. اگر این ویدیو مورد علاقه شما قرار گرفته، آن را با دوستانتان شریک سازید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتان.